توی شرایط اسفناک بازار و زمانی که خریدن گوشی پرچم‌داری یا حتی میان ردای خوب تبدیل به آرزوی دست نیافتنی شده برای خیلی‌ها، گوشی اقتصادی تنها گزینه پیشروی خیلی از کاربرا هستند. گلکسی S04 S هم جدیدترین گوشی اقتصادی سامسونگ که وارد بازار ما شده، قیمتش الان حدود 4 میلیون تومانه. توی این ویدیو می‌خوام گلکسی S04 S رو بررسی کنم. با من همراه باشید. A04S فروشگاه اینترنتی دارسو برای بررسی در اختیار دیجیتا قرار داده. دارسو یه فروشگاه اینترنتی معتبر برای خرید انواع محصولات دیجیتال و یه سری خدمات متمایز داره، مثل تضمین اصالت کالا، پشتیبانی 24 ساعته، تحویل اکسپرس و 7 روز هم مهلت تست و تعویض بهتون میده. گلکسی A04S توی گوشی‌های سامسونگ جاش این پایینه، یعنی اگه این کف رو A04 در نظر بگیریم یه کوچولو بیایم بالاتر میشه A04 S. البته من لاین اپ کلی رو میگم، وگرنه گوشی قدیمی تر سامسونگ هنوز تو بازار ما هستن. توی این سری همه چی تو بیسیک ترین حالت ممکنه، ولی بازم ویژگی جالبی میشه دید. مثلا توی A04 S ما حسگر از سرانگشت و دکمه پاور داریم، دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی داریم که البته الان مثل نقل و نواد ریخته همه جا، و صفحه 90 هرتزی داریم. بریم سراغ بررسی. گلکسی A04 S طراحیش کاملا استاندارد و هیچ ویژگی عجیب غریبی نداره. یه بدنه پلاستیکی با کیفیت یک پارچه داره که خیلی هم لغزنده نیست و راحت تو دستتون قرار میگیره. وزنش هم 195 گرمه که برای گوشی با صفحه 6.5 اینچی یکم زیاده، ولی اذیتتون نمیکنه. روی فریمش چند تا چیز خوب دیده میشه، مثل درگاه اختصاصی کارت حافظه که تا کارت میکرو اس‌دی 1 ترابایتی رو پشتیبانی میکنه، یا این حسگر از سرانگشت که با دکمه پاور ترکیب شده، جاش خیلی خوبه، سرعتش هم سرعت و دقتش هم عالیه، یا جک هدفون که تو این رده قیمتی اصلا نباید هست شه، و این درگاه USB-C تا دیگه در به در دنبال کابل میکرو USB نباشه. نمایشگر 6.5 اینچی PLS با رزولوشن HD و کیفیتش هم در همون حدیه که از یک گوشی اقتصادی انتظار داریم. من کلا مشکل خاصی با نمایشگرش نداشتم و محتوا رو قشنگ نشون میده، چون کنتراستش خوبه و غلظت رنگش خوبه. روشناییش هم حداکثر 400 نیتر که خب برای فضای داخلی اوکیه، ولی تو فضای پرنور و محیط خارجی خب یکم تماشای محتوا سخت میشه. یه ویژگی خوبی که نمایشگر گلکسی A04 S داره نرخ رفرش 90 هرتزیه، ولی خب داستان داره. داستانش هم اینه که سخت افزار گوشی اونقدر قوی نیست که بتونه همه چیزو اونقدر روون اجرا کنه که این 90 هرتزی کامل حس بشه. بعضی وقتا هم یه لگایی میزنه حتی رابطه کاربری گوشی که 90 هرتز که هیچی، حتی همون 60 هرتز هم میره زیر سوال. پس کلا به نظر من روی این صفحه 90 هرتزی خیلی حساب نکنین. اگه بخوام با نسل قبلش هم مقایسه کنم، A03S نمایشگرش یه مقدار بهتر بود، یعنی هم کنتراستش بیشتر بود هم روشناییش. البته این لگ زدن دلیل نمیشه که جذابیت وان یو آی بره زیر سوال. این گوشی وان یو آی کور 4.1 داره با اندروید 12 و هر چیزی که لازم داشته باشین رو بهتون میده. میدونید که توی وان یو آی کور یه سری قابلیت هایی که خیلی تو این رده اهمیت زیادی ندارن، مثل سامسونگ پی یا لینک تو ویندوز یا دستیار صوتی بیکسبی که کلا خیلی مهم نیست، حذف میشه تا رابط کاربری روی گوشی که سخت افزارشون خیلی قوی نیست روان تر اجرا بشه. سخت افزار گوشی هم شامل چیپ اکسینوس 850 و 3 یا 4 گیگی رم و 3264 یا 128 گیگاحافظ داخلیه، و همونطور گفتم قدرت خیلی زیادی نداره. همین چیپ توی گلکسی A13 و چند تا گوشی دیگه سامسونگ هم استفاده شده. توی تجربه‌ای که من داشتم این گوشی برای استفاده عمومی با یکم چاشنی صبر و حوصله اوکیه و قشنگ جواب میده. حالا لگ و اینا هم هست دیگه سری جاها. برای بازی کردن هم بهتر برید سراغ بازی که خیلی سنگین نیستن، مثلا کال آف دوتی موبایل. این گوشی با پایین ترین تنظیمات گرافیکی یعنی لو بازم یکم لگ میزنه، ولی حالا قابل استفاده است، قابل اجراست، ولی مثلا آلتو و اینا راحت اجرا میشن. گلکسی A04 S دو تا دوربین واقعی داره، یعنی واید 50 مگاپیکسلی و سلفی 5 مگاپیکسلی، و دو تا دوربین دکوری هم داره مثل خیلی از گوشه اقتصادی دیگه که 2 مگاپیکسلی عمق سنج و ماکرون و پیش فارواردی هم نداره. عکسای دوربین اصلی گوشی کاملا قابل قبول و حتی میشه گفت یکم بهتر از انتظاره. البته اینم در نظر بگیرید که تو این دو سه هفته‌ای که گوشی دستم بود حتی یه روزم شرایط عکاسی ایده‌آل نبود،
یا هوا ابری و بارونی بود یا آلوده و کثافت. ولی با در نظر گرفتن این شرایط دوربین 50 مگاپیکسلی گلکسی S7 شرایط سایز خوبی میگیره. توی شبم بدک نیست، حداقل رنگا خوب از آب در میان، ولی تقریبا همه هایلایت ها اوور میشن و جزئیات هم تعریفی نداره. البته که همه اینا تو این رده قیمتی طبیعیه. دوربین سلفی 5 مگاپیکسلی هم در حد همین 5 مگاپیکسلی خوبه. نور خوب باشه عکسش هم اوکیه، نور کم باشه عکسش یه در میون تار میشه. ولی خب معمولا اولویت کسی که این گوشی رو میخره عکاسی نیست. باتری گلکسی S7 4S ظرفیتش 5000 میلی آمپر ساعتیه و طبق تجربه من و تستی که انجام دادم حداقل 8-9 ساعت اسکرین تایم رو حالت 90 هرتزی بهتون میده. حالا بسته به نوع استفادهتون از گوشی میتونید 1-2 روز ازش شارژدهی بگیرین. ساعت شارژش هم معمولیه، با حداکثر توان 15 وات شارژ میشه، ولی خوبیش اینه که شارژر هم داخل جعبه‌اش هست. با این شارژر توی نیم ساعت حدود 30% باتری شارژ میشه، شارژ کاملش هم حدود 2 ساعت و خورده زمان میبره. خب اینا از بررسی گلکسی S04S. حالا این گوشی به درد چه افرادی میخوره؟ به درد افرادی که دنبال یه گوشی جدید و بروز با امکانات پایه برای استفاده عمومی هن. مثلا دانش آموزایی که میخوان درس بخونن و اپای شاد و اینا رو استفاده کنن، پدر مادری که اپای شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان معمولا استفاده میکنن، یا برندهای سرویس حمل و نقل اینترنتی که دنبال یه گوشی با شارژدهی خوب هستن که صفحش همیشه روشن باشه برای مسیریابی و داغ نکنه. گلکسی S04S تمام این کاربردا رو جواب میده، ولی آیا تا 4 میلیون تومان این بهترین گزینه است؟ من واقعا ایراد خاصی نمیتونم از گلکسی S04S بگیرم، چون یه گوشی اقتصادی قیمتش هم 4 میلیون تومنه. ولی اگه میخواین تو این رده قیمتی گوشی بخرین، حتما میخواین سامسونگ بخرین و به روز بودن و مدل سال بودن گوشی خیلی براتون مهم نیست، دو تا آپشن دیگه داریم، گلکسی A13 و گلکسی M13. این دو تا گوشی جفتشون از اینه که هم بهترن. گلکسی A13 صفحش فولشتیه، یه دوربین اولترا واید هم داره که البته خیلی مهم نیست، قیمتش هم اونجا 400-500 تومان گرونتره. گلکسی M13 که البته تو بازار ما M13 هنده اگه میخواید بخرید چون چند مدل هست، M13 هم صفحش فولشتیه هم باتری 6000 میلی آمپر ساعتیه و طبیعتاً شارژدهیش هم بهتره. ولی کلن هر مدل از گوشی سامسونگ رو میخواین تو رد اقتصادی بخرین، حتما رم 4ش رو بخرین، چون وان یو آی روی رم 3 دیگه خیلی جواب نمیده.